در کانادا شما به کانادا رسیده اید. بعد چه می شود. مرحله یک به مقصد نهایی خود سفر کنید. خدمات پذیرش فرودگاه در کانادا به شما کمک خواهند کرد تا به مقصد نهایی خود سفر کنید. مرحله دو با افرادی که به شما کمک خواهند کرد آشنا شوید. به محض رسیدن، شما بسته به نوع برنامه استقرار مجدد، های فوری برای استقرار خود را از سازمان با بودجه دولتی و یا حامیان خود دریافت خواهید کرد. زمانی که وارد می‌شوید، آنها ورود شما را به کانادا خوشامد گفته و قوانین و مقررات مهمی را که لازم است بدانید برای شما توضیح خواهند داد. مرحله سه در اقامتگاه موقت بمانید. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما برای شما ترتیب محل اقامت موقتی را خواهند داد تا وقتی که برای اولین بار وارد کانادا می شوید در آنجا اقامت کنید. نوع محل اقامت موقت بسته به نوع برنامه استقرار مجدد متفاوت خواهد بود. مرحله چهار برای دریافت مدارک مهم درخواست بدهید سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما همچنین کمک خواهند کرد تا برای مدارک مهم درخواست بدهید آنها زمان کافی صرف خواهند کرد تا اهمیت هر یک از مدارک را برای شما شرح دهند یکی از این مدارک شماره بیمه اجتماعی شماست این شماره مهم است این شماره برای کار کردن در کانادا و درخواست برخورداری از برنامه ها و مزایای دولتی ضرورت دارد. شما همچنین باید به استان یا منطقه خود درخواست کارت بیمه سلامت بدهید تا در نهایت به خدمات بهداشت و درمان دسترسی داشته باشید. این مدارک هویتی به شما تعلق دارند. هیچ کسی نباید مدارک شما را برایتان نگه دارد. از این مدارک فتوکپی گرفته و آنها را در جای امنی نگه دارید. مرحله 5 یک حساب بانکی افتتاح کنید. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما کمک می کنند تا یک حساب بانکی باز کرده و اطلاعاتی درباره چگونگی دسترسی و استفاده از پول خود در کانادا در اختیارتان خواهند گذاشت. مرحله 6 به محل اقامت دائم خود نقل مکان کنید. به محض پیدا شدن مسکن دائمی مناسب، باید محل اقامت موقت خود را تخلیه کنید تا جا برای سایر افراد تازه وارد باز شود. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما در پیدا کردن مسکن دائمی و درک شرایط قرارداد اجاره به شما کمک خواهند کرد. آنها همچنین به شما نشان خواهند داد که چگونه در خانه جدید خود ایمن بمانید. مرحله هفت <applause> کودکان را در مدرسه و بزرگسالان را در کلاس های زبان ثبت نام کنید. همین که در خانه جدید خود مستقر شدید، سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما کمک خواهند کرد تا با سیستم آموزش در استان یا منطقه خود آشنا شوید. آنها کمک خواهند کرد تا کودکان خانواده را در مدرسه ثبت نام کنید در حالی که بزرگترها در کلاس های زبان ثبت نام خواهند کرد. در آنجا بزرگسالان زبان انگلیسی و یا فرانسه را به صورت رایگان یاد گرفته درباره یک فرهنگ کانادایی خواهند آموخت و با افراد جدید آشنا خواهند شد. مرحله 8 به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنید. اگر نیاز پزشکی فوری داشتید، سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما به شما کمک خواهند کرد. برنامه موقت بهداشت دولتی هزینه های خدمات پزشکی اساسی را برای شما و خانواده شما تا زمانی که به برنامه بهداشت و درمان استان یا منطقه خود دسترسی پیدا کنید، پوشش خواهد داد. مطمئن شوید که هر گونه نیاز پزشکی فوری خود من جمله آلرژی ها و یا رژیم های غذایی خاص را با کسی که مورد اعتماد شماست در میان بگذارید. مرحله 9 اجتماع خود را بشناسید. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما به منظور آشنایی شما اطلاعات مختصری در مورد اجتماع جدید در اختیار شما قرار خواهند داد. برای مثال، توضیح خواهند داد که چگونه از وسایل نقلیه عمومی محلی برای رفت آمد در سطح جامعه جدید استفاده کنید. ضمن مستقر شدن، سعی کنید با سایر افراد آشنا شوید. برای این کار می توانید کارهای داوطلبانه انجام دهید. به مدرسه یا کلاس زبان بروید. در برنامه های گروهی موجود ثبت نام کنید. و به یک مرکز اجتماعات مراجعه کنید. مرحله ده با نشاط و سالم بمانید. به انواع مختلف ورزش ها و وقت هایی که می توانید به آنها بپردازید، نگاهی بیاندازید. مرحله یازده در راه خودکفا شدن خود، قدم بردارید. از آنجا که شما فقط مبلغ محدودی پول برای رفع نیازهای اولیه خود دریافت می کنید، سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما راهنماییتان خواهند کرد که چگونه پول خود را مسئولانه خرج کنید. شما می توانید از آنها بخواهید که ارتباط شما را با خدمات کاریابی برقرار کنند. مرحله دوازده مستقر شدن در یک کشور جدید زمان بر بوده و مستلزم تلاش است. در صورت نیاز کمک بگیرید و سوال کنید. اگر کسی را یافتید که به او اعتماد داشتید، هر نگرانی یا مشکلی که دارید را با او در میان بگذارید تا بتواند از شما حمایت کرده و در پیدا کردن راه حل به شما کمک کند. کلیه خدمات مستقر شدن رایگان هستند. هر مورد منحصر به فرد بوده و روند انجام مراحل در این ویدیو می تواند متفاوت باشد. با آرزوی موفقیت در کانادا.